جزئیات دستور شلیک موشک سپاه به هواپیمای اوکراینی منتشر شد. ضربه گیج کننده پوتین به علی خامنه ای روسیه هم رژیم را رها کرد. لطفا پیش از هر چیزی با لایک کردن این ویدیو و به بیشتر دیده شدن این اخبار کمک کنید با سپاس از همراهی شما. بیش از یک سال از زمانی که سامانه پدافند موشکی تور اموان نیروی هوا فضای سپاه پاسداران در تاریخ 18 دی ماه 1398 پرواز شماره پی 752 شرکت هواپیمایی بین‌المللی اوکراین را ساقط کرد می گذرد. مقامات رژیم جمهوری اسلامی و فرماندهان نیروی هوافضای سپاه پاسداران با دروغگویی و فریب رسانه های داخلی و بین‌المللی و همچنین مقامات کشورهای اوکراین و کانادا همواره در تلاش بودند تا از درز اطلاعات درباره ضعف‌های شدید در فرماندهی و کنترل نیروی هوافضای سپاه پاسداران جلوگیری کنند از سوی دیگر سپاه پاسداران و به خصوص نیروی هوافضای آن با مقصر جلوه دادن افسران کاربر سامانه ی تور اموان مورد نظر همواره میکوشند تا از افشای ضعف های امیرعلی حاجی زاده در امر فرماندهی جلوگیری و او را در سمتش حفظ کنند روز گذشته بنگاه خبرپراکنی کانادا سی بی سی گزارش منتشر کرد که در آن اطلاعات و جزئیات سخنان محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه رژیم جمهوری اسلامی ایران در یک نوار صوتی محرمانه که به تازگی به دست یکی از اعضای خانواده های کشته شدگان هواپیمای اوکراینی رسیده مطرح شده است در این نوار که به نظر می رسد در راستای سلب مسئولیت مقامات دولت روحانی از نقش داشتن در فاجعه مربوطه منتشر شده باشد جواد ظریف ادعا می کند که ممکن است ساقط شدن هواپیمای که 737 کار نفوزی ها در نیروی هوافضای سپاه باشد. این ادعا زمانی مطرح می شود که محمود علوی وزیر اطلاعات رژیم جمهوری اسلامی ایران به تازگی افشا کرده که یکی از مهمترین عوامل ترور محسن فخریزاده رئیس سابق سپند سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی وزارت دفاع خود عضو نیروهای مسلح بوده است و به احتمال زیاد از اعضای سپاه انصارالمهدی است که وظیفه محافظت از شخصیت ها و مقامات رژیم را بر عهده دارند حال به نظر میرسد این مسئله فرصتی برای مقامات رژیم جمهوری اسلامی فراهم کرده است تا حتی با بیان فرضیه جاسوس بودن افسران کاربر سامانه تور انوان آنها را فدا کنند تا دیگر هیچ گونه اتهامی متوجه سران حکومتی نشود کسانی که به علت تصمیمشان در لغو نکردن پروازهای مسافربری در شب عملیات حمله موشکی به پایگاه عین اسد در عراق و استفاده از هواپیماهای مسافربری ایرانی و خارجی به عنوان سپر انسانی شرایط را برای ساقط شدن هواپیمای اوکراینی فراهم کردند ادعای نفوذی یا جاسوس بودن پرسنل کاربر سامانه ی تور انوان که هواپیمای اوکراینی را ساقط کردند کاملا بی اساس است زیرا این نخستین بار نیست که نیروی هوافضای سپاه هواپیماهای غیر نظامی و نظامی خود را هدف قرار داده است بر اساس اسناد پنتاگون در سالهای نخست به کار گرفته شدن سامانه های تور انوان در نیروی هوافضای سپاه در حال حاضر نیروی هوافضا این نیرو به علت ضعف آموزش پرسنل ضعف در مدیریت و فرماندهی و از همه مهمتر نبود دیسیپلین در چندین مورد به اشتباه این سامانه به سمت هواپیماهای جنگنده نیروی هوایی ارتش و همچنین هواپیماهای مسافربری در حال پرواز در نزدیکی مراکز هسته ایران موشک شلیک کرده که به علت ارتفاع زیاد هواپیماهای مورد نظر با آنان اصابت نکرده است از آنجا که تنها دو رادار هشدار زود هنگام برای استفاده 29 پرتابگر موشک تور اموان خریداری شده از روسیه در سال 86 به نیروی هوایی سپاه تحویل شده بودند عمده این سامانه ها به طور آتش به اختیار استفاده می شوند. امری که به علت نبود آموزش کافی و ضعف در فرماندهی و مدیریت در نیروی هوایی سپاه سبب شد تا نخستین بار در تیر ماه 86 خدمه یک سامانه تور انوان به اشتباه یک موشک زمین به هوا به سمت یک هواپیمای برای متعلق به شرکت ایران ایر شلیک کنند. در اردی ماه 87 نیز یک آتشبار ضد هوایی سپاه یک ابعاد شناسایی این نیرو را ساقط و به سمت یک هواپیمای مسافر برای دیگر موشک شلیک کرد که باز هم مثل مورد تیرماه 86 به هدف برخورد نکرد در همان ماه یک سامانه ضد هوایی دیگر سپاه یک موشک زمین به هوا به سمت یک جنگنده رهگیر اف 14 آی نیروی هوایی ارتش شلیک کرد که به آن اصابت نکرد در تیرماه ماه 1387 پس از آنکه نیروی هوایی اسرائیل رزمایشی برای شبیه حمله هوایی به تأسیسات هستگی نتنز برگزار کرد فرماندهان نیروی هوایی سپاه دستپاچه و سراسیمه سطح آماده باش سامانه ها و سایت های پدافند موشکی در سر تا سر کشور و به خصوص سایت های هستگی را افزایش دادند تا جایی که به علت ضعف در مدیریت و نبود سواد کافی سایت های پدافند سپاه به سمت دو هواپیمای مسافربری دیگر موشک شلیک کردند حتی سپاه یک اسفند هواپیمای مسافربری شرکت هواپیمای عراق را به اشتباه متخاسم تشخیص داد و به همین دلیل یک فروند جنگنده بمبافکن همه منظوره اف 4 ای فانتوم تو نیروی هوایی ارتش به سمت آن پرواز کرد اما آن را مسافربری و بی خطر تشخیص داد و از ساقط شدن اشتباهی آن توسط سپاه جلوگیری کرد سرانجام در بامداد ششم بهمن 1390 ضعف فرماندهی و مدیریت نبود دیسیپلین و نبود آموزش صحیح پرسنل نیروی هوا فضای سپاه منجر به اشتباه گرفته شدن یک جنگنده رهگیر F-14 آ تامکت نیروی هوایی ارتش با یک فروند جنگنده همه منظوره F-18 نیروی دریایی آمریکا شد و تنها دقایقی پس از بلند شدن به منظور رهگیری یک جسم نورانی ناشناس در نزدیکی جزیره خارک با یک تیر موشک زمین به هوای شلیک شده از پایگاه موشکی کوسر نیروی هوا فضای سپاه ساقط شد و خلبان آن سرگرد علیرضا کریمیایی و ناوبر یا افسر کنترل راداران مصطفی فسیحی کشته شدند پس از این اتفاق نیروی هوافضای سپاه تلاش کرد تا به منظور حفظ امیرعلی حاجیزاده در سمت خود ادعاهای دروغینی مبنی بر گردش تامکت مورد نظر به سمت نیروگاه هسته بوشهر مطرح کند که پس از چند روز با پیدا شدن بخشی از لاشه جنگنده مورد نظر در نزدیکی جزیره شیف صحت نداشتن این ادعا مشخص شد. حال تاریخ تکرار شده است و به نظر می رسد که این بار مقامات رژیم جمهوری اسلامی با توجه به نقش خود در جلوگیری از بسته شدن حریم هوایی کشور بر روی هواپیماهای غیر نظامی پس از حمله موشکی به پایگاه عین اسد در تلاش هستند تا با بیان فرضیه جدید مبنی بر نفوذی و احتمالا جاسوس موساد بودن چند افسر جز نیروی هوا فضای سپاه مسئولیت ساقط شدن هواپیما را بر دوش بیندازند و با صدور حکم اعدام برای آنها هم خانواده قربانیان سانحه هواپیمای اوکراینی و هم مقامات دولتهای اوکراین و کانادا را ساکت نمایند و از اسرائیل را مقصر این فاجعه قلمداد کنند اگر چنانچه این قصد وجود داشته باشد به نظر نمیرسد که این مقامات حکومتی بتوانند نقشه خود را پیش ببرند با اینکه هنوز به طور رسمی محتوای پیام کسبی خامنه ای به پوتین فاش نشده است دو روز پیش منبع ناشناسی گفته بود خامنه ای از پوتین درخواست ماندن در سوریه و همراهی ایران در جنگ با اسرائیل را کرده اما بیشک پاسخ پوتین برای به حضور نپذیرفتن نماینده ویژه رهبر جمهوری اسلامی نمایانگر واکنش او به پیام علی خامنه است. پوتین ید طولانی در تغییر کردن شرکایش دارد. سه سال پیش همین رفتار او با اسد دنیا را حیرت زده کرد. ساعتی پیش هم وبسایت رسمی علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران یادداشتی از حسین امیر عبداللهیان دستیار ویژه رئیس مجلس شورای اسلامی را در توضیح اهمیت پیام اخیر علی خامنه ای به ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه و سفر محمد باقر قالیباف مسکو منتشر کرده است انتشار این یادداشت سراسر تمجید از روسیه که پوتین بیانگر نگاه و رویکردی است که علی خامنه ای در سه رهبری خود سیاست خارجی کشور را بر آن استوار کرده است و از نگاه منتقدان یکی از دلایل اصلی برآورده نشدن منافع ملی ایران در این سالها بوده است سفر اخیر محمد باقر قالیباف به مسکو با هواشی متعددی همراه بود از جمله به این دلیل که ولادیمیر پوتین حاضر به پذیرفت وی نشد با اینکه اعلام شده بود قالیباف حامل پیام کتبی مهمی از سوی علی خامنه ای برای رئیس جمهوری روسیه است اکنون حسین امیر عبداللهیان که قالیباف را در این سفر همراهی می کرد در یادداشتی نوشته است امروز در مرکز توجهات اندیشمندان حوزه روابط بین الملل دیدگاه های رهبر انقلاب به عنوان یکی از صاحب نظرانی که درک درستی از هندسه روابط بین الملل و سیاست جهانی دارند مورد توجه قرار می گیرد و نقشه های راهی که توسط ایشان در فضای بین الملل ترسیم می شود با عنوان ایده های جدید در شکل به نظم جدید جهانی رصد می شود. حسین امیر عبداللهیان از دیپلماتهای های نزدیک به دفتر رهبر جمهوری اسلامی محسوب می شود که از سال 1395 تا به امروز دستیار ویژه علی لاریجانی و سپس محمد باقر قالیباف در امور بین بوده است. او کار خود در وزارت امور خارجه را در اوایل دهه 70 آغاز کرد و علاوه بر تصدی پست سفارت ایران در چند کشور عربی مدت نیز معاون وزیر امور خارجه بود. او در یادداشت خود با کمرنگ جلوه دادن خود پوتین از دیدار با محمد باقر باف نوشته است شخصا در جلسه ای که پیام رهبر انقلاب منتقل می شد حضور داشتم آقای والفدین رئیس دومای روسیه نه به عنوان رئیس پارلمان بلکه به عنوان نماینده ویژه آقای پوتین مسئول دریافت این پیام بود به گفته او روسیه از قبل طی یادداشت رسمی اعلام کرده بود برای اینکه دریافت پیام رهبر انقلاب به خاطر پروتکل ها به تاخیر نیفتد نماینده ویژه در مسکو این پیام را دریافت کند آقای والفدین هم به عنوان نماینده ویژه رئی رئیس جمهور روسیه مکلف شد ساعتی بعد ما مطلع شدیم که آقای پوتین پیام را خوانده و مورد توجه جدی ایشان قرار گرفته است.